سلام دوستان، من نسیم بیت هستم و با آموزش طراحی لباس به صورت فلت در خدمتتونم. توی این آموزش قراره بهتون یاد بدم که چطوری یه شمیز زنونه رو به صورت فلت توی نرم افزار ایلستریتور طراحی و اجرا بکنین. برای اجرای درست این شمیز، اول نمای روبروی شمیز رو، یعنی قسمت جلوی شمیز رو اول اجرا میکنیم، بعد میریم سراغ پشت شمیز که دقیقاً باید مشخص بکنیم شمیز ما از قسمت جلو چه شکلیه و از قسمت پشتش هم قراره چه شکلی بشه. شما برای اجرای فلت لباس ها، چه لباس هایی که طراحی میکنین، چه لباس هایی که طراحی شدن و قراره از روی اونها اجرایی رو انجام بدین، باید تمام جزئیات اون لباس رو دقیقاً بدونین و اجرا بکنین. مثل پنس، مثل کوک زدن ها و خیلی جزئیات دیگه ای که شما رو برسونه به یه طرح اصولی و دقیق. پس بریم با هم دیگه اولین مرحله ترسیم رو شروع بکنیم. توی این آموزش اول میریم سراغ ترسیم پایه لباسمون که بیس اصلیمونه، بعد میریم سراغ یقه و بعد سراغ آستینا و سراستینا و بقیه جزئیات. بر اساس همین تمپلیتی هم که اینجا قرار دادم کار رو شروع میکنیم که یه ترسیم دقیق طبق مانکن و ابعاد درست داشته باشیم. برای شروع ترسیم پیرن اول باید ابزار پن رو انتخاب بکنیم، پن تول رو. بعد بیایم از یه قسمت ترسیم رو شروع بکنیم و بعد میرورش بکنیم. خب شروع میکنیم. از این نقطه وسط من یک کلیک میکنم و یقه رو به همین فرمی که هست ترسیم میکنم. دقت کنین این تمپلیت اصولی هستش که ما میتونیم یه ترسیم درست و دقیق رو داشته باشیم برای کارهامون. خب اگه دقت بکنین اینجا فیل برای من روشنه و رنگش سفیده و استروک من بیرنگه. من اینو انتخاب میکنم که رنگ استروکم مشکی بشه و رنگ فیل رو هم خاموش میکنم. الان بهتر و دقیق تر شما خطی که من دارم ترسیم میکنم و میبینین. خب میریم برای قسمت پایین لباس. من این قسمت پایین رو صاف ترسیم میکنم که بعد بهش منحنی بدم و توی قسمت آخرم کاترمو میبندم. این الان ترسیم پایه یا بیس کار ماست. یقه ساده رو ترسیم کردیم، حلقه آستین رو طبق تمپلیتمون اجرا کردیم و الان قراره که این قسمتی که طراحی کردیم رو میرور کنیم به این سمت که طرح جلوی لباس ما تکمیل بشه. خب من ابزار سلکشن انتخاب میکنم، یک کلیک روی صفحه میکنم که آبجکتمون از حالت انتخاب در بیاد و دوباره انتخابش میکنم و میایم روی ابزار رفلکت تول، میام دقیقا روی این انکر، آلت رو نگه میدارم و یک کلیک میکنم. همینطور که میبینین برای من به صورت آینه‌ای این طرح رو به این قسمت انتقال داد. فقط الان کافیه که من گزینه کپی رو بزنم. اگه کپی رو بزنم آبجکت اولم سر جاش میمونه و آبجکتی که میرور شد از آبجکت اولیمون کپی شده. خب من الان نیاز دارم که این خط وسطی که بینشون هست از بین بره. برای این کار جفتشون رو انتخاب میکنم، بعد میام از قسمت پاتفایندر اونا رو یونیت میکنم. همینطور که میبینین دیگه این خط وسط برای ما حذف شده و الان یه آبجکت یه دست رو داریم. خب من الان میام اینجا با دیلیت انکر این نقطه رو حذف میکنم و با استفاده از ابزار انکر پوینت تول میام این قسمت رو یه مقدار انحنا میدم. در همین حد کافیه. خب این از بیس اصلی لباسمون. حالا میخوایم بریم سراغ ترسیم یقه. من یه مقدار زوم میکنم و میایم سراغ ابزار رکتنگل تول، اون رو انتخاب میکنم و دقیقا از این قسمت ما احتیاج داریم که یه مستطیل رو ترسیم بکنیم تا نقطه دیگه یقه. تقریبا این اندازه خوبه. حالا با استفاده از الاینا من دقیقا اینها رو وسط هم دیگه قرار میدم.
الان من از این مستطیل یه دونه کپی میگیرم با کنترل سی کنترل اف، چون که بعداً نیازمون میشه این مستطیله و لایه‌شو خاموش میکنم. حالا برای ترسیم لبه کناری یقه دوباره ابزار پنتول انتخاب میکنیم، از این نقطه مرکز یک کلیک میکنیم به این گوشه مستطیلمون و روی سرشونمون اینجا و در نهایت اینجا. بسته به یقه‌ای که دارین برای شمیزتون طراحی میکنین میتونین این رو متفاوت در نظر بگیرین، به هر شکلی که دوست داشتین میتونین یقه‌تون رو طراحی بکنین، پس خیلی بستگی داره به دیزاینی که دارین. الان به عنوان یه یقه شمیزی استاندارد این مناسبه. خب بازم من ابزار سلکشن انتخاب میکنم، یک کلیک روی صفحه میکنم، دوباره آبجکت رو انتخاب میکنم و از ابزار رفلکت دوباره از این نقطه وسط آلت رو میگیرم و یک کپی ازش میگیرم. اگه من این دو لبه یقه رو فیل بهشون بدم، یعنی توشون رو رنگ سفید بذارم، راحتتر و بهتر دیده میشه این یقه. به دوتا آبجکت دیگم هم فیلد رو اضافه میکنم. الان نمای خیلی بهتری داریم از اون چیزی که ترسیم کردیم. حالا برای تکمیل یقمون احتیاج داریم که یه سری مراحل دیگر رو هم اجرا بکنیم. من این لبه های کناری و اون لبه پشت رو انتخاب میکنم و میام گزینه یونیت رو از پنل پاتفایندر انتخاب میکنم. یه مقدار زوم میکنم، دایرکت سلکشن رو انتخاب میکنم و اینها رو امتداد میدم توی همین مسیر تا نزدیکی لبه. ببینین در امتداد همون خط. این هم یه مقدار ببریم بالاتر. الان خیلی خوب شد. خب نکته مهمی که الان اینجا هست، گوشه کارهامون خیلی نکتیزه و این اصلا خوب نیست. برای اینکه شکیل‌تر و بهتر دیده بشه بهتره که ما همه آبجکت هامون رو انتخاب بکنیم و از این قسمت استروک بیایم کپ و کورنر رو روی کرو بذاریم. اینجوری لبه های آبجکت ما به صورت کرو در میاد و خیلی نمای بهتری پیدا میکنه. خب بریم سراغ ادامه یقه. اگه خاطرتون باشه یه مستطیل اول کشیدیم، بعد گفتم یه کپی ازش بگیریم که بعدن نیازمون میشه. الان من اون لایه رو فعال میکنم که اینجاست. فقط کافیه که من انتخابش بکنم و رنگ فیل رو روشن بکنم که کامل دیده بشه. خب برای این قسمت پایینی که دقیقاً پشت شمیزمون قرار میگیره هم باید یه چیزی در نظر بگیریم. پس من یه مستطیل دیگه اینجا ترسیم میکنم. رنگش رو یه مقدار خاکستری میکنم. و اونو میارم زیر این مربع قرار میدم. همینطور که میبینین یقه ما به همین راحتی کامل شد. خب فقط الان کافیه که برای اینکه لایه هامون با همدیگه قاطی نشن و بدونیم که داریم چی کار میکنیم، من اینا رو با همدیگه گروپ میکنم. پس سلکتشون میکنم، شیفت رو نگه میدارم که این از حالت سلکت خارج بشه و فقط یقمون انتخاب بشه و کنترل جی رو میزنم. الان به صورت یک گروپ جداگانه برای ما ایجاد شد. میتونیم اسمش رو هم تغییر بدیم و حتی میتونیم به فارسی بنویسیم یقه. پس این شد گروه یقه ما. خب من احساس میکنم این گوشه ها یه مقدار نکتیز شده و خوب نیستش. من این لایه رو وا میکنم، اون مستطیلی رو که بعدن لایهش رو روشن کردیم رو انتخاب میکنم و یه مقدار از کناره ها اون رو کوچیکش میکنم. اینجوری دیگه از دو طرف درست میشه و اون حالت تیزی از بین میره. خب بریم سراغ قسمت بعدی کار که برای ایجاد نوار دکمه ها توی این قسمت جلو احتیاج داریم یه مستطیل رو رسم بکنیم که این مستطیل هم باز به دلخواه میتونین اون رو ایجاد بکنین. میتونه خیلی نوار نازکی باشه یا میتونه نوار خیلی پهنی باشه، باز هم بستگی به دیزاینتون داره. این رو هم دقیقا تا لبه پایینی پیرهن بیارین
و برای این قسمت بالا هم که روی یقه قرار گرفته کافیه که اون رو ببریم به زیر یقه قرار بدیم. اینجوری نمای خیلی بهتری پیدا میکنه. حالا برای اینکه بدونیم دقیقاً وسط پیرهن قرار گرفته یا نه، یا وسط یقه قرار گرفته یا نه، کافیه که نوار دکممون رو انتخاب بکنیم، شیفت رو نگه داریم، یقه رو انتخاب بکنیم، یک بار دیگه کلیک بکنیم روی یقه که بگیم ما میخوایم نسبت به این یقه برای ما نوار دکمه ها رو الاین بکنی و در مرکز یقه قرار بدی، و کافیه که این گزینه رو انتخاب بکنیم، اینا هم مرکز میشن. حالا برای اینکه بهتر این روند رو ببینین، من اینو جابجا میکنم، مثلا اینجاست و حالا میخوایم در راستای یقه اینو قرار بدیم. خب نوار دکمه رو انتخاب میکنیم، یقه رو انتخاب میکنیم، یک بار دیگه روی یقه کلیک میکنیم و از قسمت الاین این گزینه رو میزنیم. همینطور که میبینید دقیقا اومد در راستای یقه ما قرار گرفت. خب مرحله بعدی میخوایم بریم سراغ ترسیم آستین. دقت کنین، برای این کار ما نیاز داریم که فقط و فقط این منحنی برای ما کپی گرفته بشه. برای این کار باید ابزار دایرکت سلکشن رو انتخاب بکنیم، بیایم روی این خط، این خط رو انتخاب بکنیم، کنترل C و کنترل F رو بزنیم. همینطور که میبینین فقط این خط برای ما کپی گرفته شد و الان اون در حالت سلکته. الان اگه بخوایم این خط رو به یه آبجکت بسته تبدیل بکنیم، کافیه که کنترل J رو بزنیم. میبینین تبدیل شد به یه آبجکت بسته، پس میتونه الان آستین ما رو تشکیل بده. فقط الان نیاز داریم که دو تا گره یا دو تا نقطه اینجا ایجاد بکنیم که بشه لبه های آستین ما. باز ابزار دایرکت سلکشن رو انتخاب میکنم، این دوتا گره رو با شیفت انتخاب میکنم و میارم به سمت آستین. یکی رو میذارم دقیقا لبه بالای آستین و این یکی رو هم میذارم روی این نقطه. به همین راحتی آستین ما ایجاد شد. الان میخوام سراستین رو ترسیم بکنم. برای این کار باید چی کار کنم؟ باز هم مثل حلقه آستین من این خط رو انتخاب میکنم، کنترل C کنترل F رو میزنم، از این خط یک کپی گرفته شد، این رو جابجا میکنم تا مثلا به نظرم اینجا خوب میاد، میتونیم یه مقدارم پهن ترش بکنم. یه مقدار این لبه ها رو من امتداد میدم و برای اینکه دو تا آبجکت بشن، یعنی آستین و سراستین از همدیگه جدا بشن، من باید جفتشون رو انتخاب بکنم و از پنل پاتفایندر گزینه دیواید رو انتخاب بکنم. اینجوری تبدیل شد به دو تا آبجکت. من اول آن گروپشون میکنم، اگه این رو انتخاب بکنم این یه آبجکته و اگر این رو جداگونه انتخاب کنم اینم یه آبجکت دیگه است. اینجوری مدیریت بهتری میتونیم روی لایه هامون داشته باشیم. مثلا اگر بخوایم آستین یا سراستینمون دو تا رنگ یا پترن جداگونه داشته باشن، به راحتی میتونیم هر کدوم رو با رنگ دلخواه یا پترن دلخواه اجرا بکنیم. اما یه نکته مهمی که در مورد آستین باید رعایت بکنیم اینه که وقتی که ما سراستین برای آستینمون در نظر میگیریم، این قسمت بالایی آستینمون یه مقدار حالت گشاد داره و نباید انقدر صاف باشه. برای این کار من میام ابزار اد انکر پوینت رو انتخاب میکنم، یه نقطه اینجا و یه نقطه اینجا ایجاد میکنم، حالا با فلش سمت راست یه پله میرم اونور و با فلش سمت چپم اینو یه پله میارم این سمت. میتونیم اینا رو یه مقدارم نزدیک کنیم به سراستین. الان خیلی خوب شد. الان اگه بخوایم آستین و سراستین دیگر رو طراحی بکنیم، باز کافیه که ما این دو تا قسمت رو انتخاب بکنیم، ابزار رفلکت رو انتخاب بکنیم و از این نقطه مرکز آلت رو نگه داریم و یک کلیک بکنیم.
و اینجا کپی رو بزنیم. همینطور که میبینین دقیقاً توی جای اصلی خودش قرار گرفت. مرحله بعدی که باید انجام بدیم اضافه کردن سرشونه برای شومیزمونه. برای این کار بازم میریم ابزار پن رو انتخاب میکنیم، از این نقطه مرکز یک کلیک میکنیم و تا لبه حلقه آستینمون اون رو امتداد میدیم. برای این قسمت هم میایم ابزار رفلکت رو انتخاب میکنیم، از این قسمت آلتو نگه میداریم و کلیک میکنیم، در انتها هم کپی رو میزنیم که دقیقا دو سمت سرشونه یکی باشن. خب برای اینکه ما بتونیم سرشونه رو از بیس پیرنمون جدا بکنیم که باز هم اگه لازم بود پترن و یا رنگ خاصی رو بهش اختصاص بدیم، فقط کافیه که ما این دوتا خط سرشونه رو انتخاب بکنیم و یک بار کنترل جی رو بزنیم که از این نقطه به هم دیگه وصل بشن و لایه پیرهنمون رو انتخاب بکنیم و از پنل Pathfinder گزینه دیواید رو انتخاب بکنیم. خب الان اگر من این گروپ رو وا بکنم، همینطور که میبینین زیر این لایه ها یه لایه هست که خط کناری سرشونه ماست و اون اضافه است، ما پاکش میکنیم، مثلا میتونیم دیلیتش بکنیم. اما اگر این رو ما آن گروپ بکنیم، این یکی از سرشونه هاست، اینم سرشونه بعدی و اینم بیس پیرهنمون. این قسمت ها هم اضافه است، ما میتونیم پاکش بکنیم که این قسمت قرار داره و زیر لایه هامون. این رو خاموش میکنیم و اصلا پاکش میکنیم و این ستا رو من انتخاب میکنم و میبرم زیر لایه یقم قرار میدم. این دوتا رو هم باید بیارم. همینطور که میبینین الان سرشونه های ما به صورت لایه های جداگانه که قابل ادیت هستند و میتونیم بهشون رنگ و پترن خاصی بدیم و بیس پیرهنمون هم سر جاش قرار داره. نکته خیلی مهمی رو که میخوام اینجا بهتون بگم در مورد ترسیم آستین اینه که شما وقتی که بیس پیرهنتون رو ترسیم کردین، بلافاصله بعد آستین رو باید طراحی بکنین، چون اگه بیس رو طراحی بکنین بعد سرشونه رو طراحی بکنین، به خاطر جدا شدن این دو قسمت از همدیگه ترسیم آستین براتون سخت میشه. پس قبل از اینکه سرشونه رو طراحی بکنین حتما آستینتون رو طراحی بکنین. پس به ترتیب اجرای هر قسمت از لباس ها خیلی باید دقت بکنین که کارتون راحت تر و سریع تر پیش بره. خب بریم سراغ اضافه کردن دکمه ها. اگه خاطرتون باشه ما اینجا نوار دکمه رو طراحی کردیم ولی الان اونو نمیبینیم، چون که ما از Pathfinder استفاده میکنیم باعث میشه لایه هایی رو که یا یونیتشون میکنیم یا دیوایدشون میکنیم یا اصلا کلن از Pathfinder استفاده میکنیم بیان لایه های رو قرار بگیرن و لایه های روی ما برن زیر کار. پس نوار دکمه ما حذف نشده، فقط رفته زیر این لایه قرار گرفته. خب پس من اگر این لایه رو انتخاب بکنم و ببرم زیر تمام لایه ها، همینطور که میبینین نوار دکمه ما دیده میشه. خب بریم برای دیزاین دکمه. برای ترسیم دکمه من احتیاج دارم به اینکه یه دایره بکشم به اندازه یک سوم، تقریبا یک سوم این نوار دکمه ها. من اونو میکشم میارم بیرون. از این دکمه قرار بسته به طراحیتون و تعداد دکمه هایی که قرار اینجا قرار بگیره شما استفاده بکنین. من الان میخوام اینجا 9 تا دکمه استفاده بکنم. میخوام دکمه اولم اینجا قرار بگیره و دکمه آخرم هم تقریبا اینجا قرار بگیره. خب الان من اگه بخوام 9 تا دکمه داشته باشم، 2 تاشو ترسیم کردم، پس 7 تا دیگه لازم دارم. من دکمه بالا رو انتخاب میکنم، کنترل C رو میزنم و 7 بار کنترل F رو میزنم که روی هم دیگه کپی بشن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. خب برای اینکه راحت تر بتونم دکمه هامو کنترل کنم و دقیقاً توی جای مناسب قرارشون بدم، تمام لایه ها رو قفل میکنم.
بعد میام همه دکمه ها رو انتخاب میکنم. الان برای اینکه با فاصله یکسان از هم این دکمه ها رو اینجا ردیف بکنم، به جای اینکه چشمی این کارو بکنم، میتونم بیام از این قسمت الاین بگم که فاصله ها رو برای من یکسان اینجا تعیین بکن. به همین راحتی تمام دکمه ها رو با یه فاصله میتونیم اینجا بچینیم. حالا برای این که مطمئن بشیم که این دکمه ها دقیقاً وسط نوار دکمه من قرار گرفته یا نه، قبل از این که نوار دکمه رو از حالت قفل در بیارم، همه ی دکمه ها رو انتخاب میکنم و گروپشون میکنم، نوار دکمه رو از حالت قفل خارج میکنم. وقتی که همه رو با هم دیگه انتخاب کردم، یک بار دیگه روی نوار دکمه کلیک میکنم که به حالت فعال در بیاد و الان از قسمت الان انتخاب میکنم که این دکمه ها در یه راستا و در وسط نوار دکمه قرار بگیرن. با انتخاب این گزینه من مطمئن میشم که اینا دقیقاً در راستا و وسط نوار دکمه قرار گرفتن. خب آخرین کاری که برای قسمت جلویی شومیز باید انجام بدیم اینه که بریم برای قسمتهایی که لازمه کوک تعریف کنیم، جاهایی که دوخت قرار میگیره، مثل لبه های سراستین، پایین پیرن، دور تا دور نوار دکمه، دور یقه یا سرشونه ها. خب پس دونه دونه با همدیگه میریم اینا رو انجام میدیم. برای این کار من ابزار دایرکت سلکشن رو انتخاب میکنم، رو لبه‌ای که میخوام کلیک میکنم، یه بار کنترل سی کنترل اف رو میزنم که ازش یه کپی گرفته بشه و با فلش ها یه دونه به سمت بالا میرم. خب این اندازه‌ای که برای خط کوک ما فاصله گرفت خیلی زیاده، پس من باید این فاصله رو تنظیم بکنم. من میام روی صفحه، یک کلیک میکنم که همه چی از حالت انتخاب خارج بشه. توی پنل پراپرتیز این قسمت رو میذارم روی 1 پیکسل و حالا دوباره میام این کار رو انجام میدیم. دایرکت سلکشن این رو انتخاب میکنیم، کنترل سی کنترل اف رو میزنیم و یکی به سمت بالا میریم. خب الان این خیلی نزدیک به لبه هست، ولی با تنظیماتی که الان انجام میدیم شما میبینین که این فاصله خوبه یا فاصله مناسبی نیستش. پس میایم توی قسمت استروک داش لاین رو انتخاب میکنیم، این فاصله شون خیلی زیاده، اونو کم میکنیم، مثلا 5 رو در نظر میگیریم، میتونه باز خیلی کمتر بشه، 2 پیکسل مناسبه. اما از این قسمت ضخامت خط رو من باید 0.5 پیکسل در نظر بگیرم و از این قسمتم فیلش رو خاموش بکنم. الان میبینین یه کوک خیلی مناسب و تمیزی اینجا اتفاق افتاد. فقط به این لبه ها دقت کنین که بیرون زدگی نداشته باشن. الان برای این قسمتم باید همین کار رو انجام بدیم. من انتخابش میکنم، کنترل سی کنترل اف رو میزنم، یه پله میام پایین و این بار به جای اینکه دوباره برم توی استروک و تنظیمات رو روش اعمال بکنم، میام قطره چکون رو انتخاب میکنم و روی این یک کلیک میکنم. تمام تنظیماتی که برای این در نظر گرفتیم برای اون هم اعمال میشه. لبه این رو تنظیم میکنیم و همینطور که میبینین خط دوخت خیلی خوبی رو تونستیم ایجاد بکنیم. برای بقیه قسمت ها هم همین کار انجام میدیم. من 2 تا خط رو انتخاب میکنم، با ابزار قطره چکون این رو انتخاب میکنم تا روی این هم اعمال بشه. مثلا برای لبه پایینی این هم همینطور. فقط الان یه نکته رو در نظر بگیریم. برای لبه هایی که مثل سراستین کوک میخورن، خیلی کوکا نزدیک به لبه اتفاق میفته، ولی برای پایین لباس میتونه این فاصله بیشتر باشه. من میتونم 2 بار فلش بالا رو بزنم که این فاصله یه مقدار بیشتر بشه.
الان این قسمت رو هم اصلاح بکنم. خیلی بهتر شد. خب بریم سراغ قسمت سرشونه ها. من این لایه انتخاب میکنم، قفلش میکنم، بعد میریم سراغ انتخاب لبه سرشونه. این لبه رو انتخاب میکنیم، کنترل سی کنترل اف رو میزنیم، یک فاصله کوچولو میدیم و کوکمون رو اجرا میکنیم. برای این قسمت هم همینطور، یه فاصله. الان برای حلقه آستینم ما باید خط کوک در نظر بگیریم، پس من این خط رو انتخاب میکنم، کنترل سی و کنترل اف رو میزنم، یه فاصله میدم و این قسمت اگر این شکلی شد به این معنیه که فیل ما روشنه، پس من اونو خاموش میکنم، میارمش توی بالاترین حالت و تبدیلش میکنم به خدچین. یه مقدار این پایینش رو اگر امتداد بدیم بهتره و این رو هم یه مقدار فاصله میدیم. خب برای اینکه بتونیم دقیقا همین خط کوک رو این سمت هم داشته باشیم، من اونو انتخاب میکنم، ابزار رفلکت رو انتخاب میکنم، میام از این قسمت آلت رو نگه میدارم، یک کلیک میکنم و کپی رو میزنم. دقیقا برای ما همین قسمت اجرا میشه. خب بریم سراغ یقه. قسمت هایی از یقه که نیاز به کوک دارن، یکی این قسمت پشتی کاره، یه پله میریم بالا و اونو تبدیل میکنیم به کوک. برای اینکه بهتر دیده بشه، چون اینجا یه کوچولو کوکش معلومه این طرف نیست، برای اینکه شکیل تر باشه ما میتونیم اینو انتخابش بکنیم و یه کوچولو اینو به سمت چپ ببریم که بهتر دیده بشه. قسمت بعدی که توی یقمون باید کوک بخوره این قسمت و این قسمته، پس من این خط رو انتخاب میکنم، کنترل سی کنترل اف رو میزنم، به سمت بالا میریم و اونو تبدیل به خط چین میکنیم. اینو یه مقدار دستیم من جا به جا بکنم. خیلی خوبه. این رو هم انتخاب میکنم. یه مقدار فاصله زیاده. خب برای اینکه این قسمت این شکلی نشه، من میام این رو تا اینجا میارم و این یکی رو هم تا اینجا، این شکلی بشه. حالا برای اینکه این طرف هم همین رو داشته باشیم، من دوتا خط کوک رو انتخاب میکنم، ابزار رفلکت و از این وسط آلت رو نگه میدارم و یک کلیک میکنم و کپی رو میزنم. به همین راحتی برای لبه یقمونم خط کوک در نظر گرفتیم. الان تنها جایی که مونده برای این نوار دکمه نیاز داریم که خط کوک رو اجرا بکنیم. برای این کار من نوار دکمه رو انتخاب میکنم، میام توی منوی آبجکت و گزینه پث رو انتخاب میکنم و اینجا گزینه آفست پث رو انتخاب میکنم. توی این پنجره ای که باز میشه میگه تعریف کن که میخوای به چه اندازه ای این فاصله برای شما ایجاد بشه. من میگم به اندازه منفی 1 پیکسل آفست رو انجام بده و اوکی رو میزنم. حالا میام با ابزار قطره چکون از اینا یه نمونه میگیرم. به همین راحتی دور تا دور نوار دکممون رو هم تونستیم خط کوک بندازیم. خب قسمت جلویی شومیز ما تکمیل شد. الان برای اینکه بریم پشت شومیز رو طراحی بکنیم، همه ی اینا رو انتخاب میکنم، کنترل جی رو میزنم که گروپ بشن و ازش یه کپی میگیرم، آلت رو نگه میدارم، کلیک و درگ میکنم، میارم میذارم این قسمت و دوباره برمیگردیم روی پایه شومیزی که طراحی کردیم.
من این لایه رو قفل میکنم که یه موقع ادیتی روش انجام ندیم و فقط روی این قسمت کار بکنیم. الان چیزایی که توی این قسمت پشت ما نیاز نداریم و باید پاک بشن، مثلا نوار دکمه است. خب من اینو از حالت گروپ خارج بکنم که بتونیم جز جز اونا رو پاک بکنیم. نوار دکمه و کوکش رو من پاک میکنم. دکمه ها رو هم لازم نداریم، اما من یه دونش رو میخوام برای سراستین استفاده بکنم. پس همه رو پاک میکنم جز این یه دونه میذاریم این کنار بمونه. خب کوک سرشونه رو هم پاک میکنم. یقه رو هم آن گروپ میکنم. کوکش رو پاک میکنم. این قسمت رو هم پاک میکنم. خب الان دقت بکنین، توی قسمت پشت لباس ما دیگه یقه رو به این شکل نداریم، یه یقه صاف داریم. پس من باید تمام این اجزا رو انتخاب بکنم و از قسمت پاتفایندر بیام یونیت رو بزنم که همه این قسمت رو با هم دیگه انتخاب بشن و یکی بشن. همینطور که میبینین دقیقا پشت یقه ما به این شکل قرار میگیره. اگه این قسمت گره یا نقطه ای هم باقی موند، با استفاده از دایرکت سلکشن اون رو پاکش بکنین. الان برای اینکه لبه یقمون از بالا تنمون جدا بشه، باید یه خط رو ترسیم بکنیم. من از این قسمت تا این قسمت یه خط رو ترسیم میکنم. یه مقدار اینو به سمت بیرون میارم، فیلش رو حذف میکنم و این دو قسمت رو انتخاب میکنم و از قسمت Pathfinder گزینه دیواید رو انتخاب میکنم که بشه دوتا آبجکت جدا. آن گروپشون میکنم و میبرمشون زیر بقیه لایه ها که جزئیات لباسمون پنهان نشن. خب همینطور که اینجا دیدین، این لبه یقمون یه خط کوک داره. اگر اینو امتداد بدیم به پشت، اینجا هم یه خط دوخت باید دیده بشه. پس برای این کار من این لایه رو قفل میکنم، میام اینجا کنترل سی کنترل اف، یه پله میرم سمت بالا و یه نمونه ازش میگیرم. لبه هاش رو هم مرتب میکنم که بیرون زدگی نداشته باشه. خب این از پشت یقمون. حالا اگه بخوایم پشت شمیز رو از این سادگی در بیاریم، میتونیم یه خط برش به پشت شمیز اضافه بکنیم. برای این کار بازم یه خط رو با ابزار پنتول ترسیم میکنیم. جاش رو تنظیم میکنیم. این لایه رو من قفل کردم، از حالت قفل در میاریم. خط و بیس بالا تنمون رو انتخاب میکنیم و از قسمت پاتفایندر دیواید رو انتخاب میکنیم که بشه دو تیک. من آن گروپ میکنم و میبرمش زیر لایه های دیگه که باز جزئیاتمون دیده بشه. خب برای این خط هم من باید خط کوک در نظر بگیریم، پس اون رو انتخاب میکنم. کنترل سی کنترل اف رو میزنم، یه پله به سمت بالا میریم و یه نمونه از خط کوکمون براش در نظر میگیریم. خب اینم از این. آخرین چیزی که ما توی این قسمت باید اضافه بکنیم، اضافه کردن نوار دکمه برای سراستیناست که دکممونم اینجاست. خب من یه مقدار اینجا زوم میکنم. دقت کنین برای اینکه ما یه نوار دکمه برای سراستینمون در نظر بگیریم، احتیاج داریم که یه مستطیل رو ترسیم بکنیم، یه مستطیل حدودی تقریبا این شکل. خب یه دونه انکر وسط این کار اضافه میکنیم و اونو یه مقدار به سمت بالا میبریم. دقت کنین که ترسیم کردین حتماً لبه هاش کرف بشه. حالا برای اینکه این نوار دکممون هم خط کوک داشته باشه انتخابش میکنیم. از منوی آبجکت، پث و آفست رو انتخاب میکنیم. دقیقا منفی 1 رو بهش میدیم و با قطر چکون
اون رو تبدیل میکنیم به خطچین. دقت کنین برای اینکه گوشه های این کار خیلی جذاب تر به نظر برسه، ما حتما از توی این قسمت استروک باید این گزینه رو انتخاب بکنیم که لبه هامون خیلی دقیق کوکاش اجرا بشه و قشنگ تر به نظر برسه. حالا برای این قسمت بالایی ما نیاز داریم که یک کوک دیگه هم اضافه بکنیم. پس من پنتول انتخاب میکنم، از این نقطه به صورت فرضی به این نقطه شیفت رو میگیرم که یه خط صاف بشه به این نقطه و در انتها اینجا کارمون رو تموم میکنیم. خب من دوباره اینو انتخاب میکنم، از این قسمت این رو میزنم که این حالت شکیل تری پیدا بکنه. خب ما توی این قسمت باید این دوتا خط پایینی رو حذف بکنیم چون نیازی بهش نداریم. من این دوتا رو انتخاب میکنم و دیلیت رو میزنم. الان این رو کامل انتخاب میکنیم، گوشه کار رو میاریم و توی جای مناسبی که فکر میکنیم خوبه قرارش میدیم. من میارم این رو تقریبا روی این خط قرارش میدم. خب حالا ما این رو باید هماهنگ با زاویه‌ای که آستینمون قرار گرفته اون رو بچرخونیم. من میام اینجا ابزار روتیت رو انتخاب میکنم، آلت رو نگه میدارم و دقیقا روی اون نقطه‌ای که میخوام محور چرخش باشه یک کلیک میکنم. توی پنجره‌ای که باز میشه میتونم عدد وارد کنم یا با فلش بالا و پایین اون رو بچرخونم. این رو میچرخونم تا توی زاویه مناسب قرار بگیره و این خط به درستی دیده بشه. من این رو اوکی میکنم. فقط اینجا لازمه که من فیل این قسمت رو پاک بکنم. الان میبینین خیلی خوب و دقیق اینجا قرار گرفت. الان این به عنوان چاک روی لبه آستین قرار میگیره، اما مچ ما هنوز اون برش رو به خودش نگرفته. پس من باید این دوتا گره رو، یعنی این گره و این گره رو امتداد بدم تا لبه سراستین. حالا تنها چیزی که لازم داریم اینه که یه دکمه اینجا بذاریم. میاییم این قسمت دکمه رو انتخاب میکنیم، میاریمش توی بالاترین قسمت از لایه ها، کلیک و درگ میکنیم به این قسمت. تقریبا اینجا خوبه. الان روی سراستینمون این دکمه رو هم قرار دادیم. حالا این جزئیاتی که اضافه کردیم و باید به اون یکی آستینم منتقل بکنیم. پس من باید همه اینا رو انتخاب بکنم، اما این دو قسمت و این کوک رو هم حذف بکنم. خب برای این که بتونیم دقیقاً اون رو بندازیم روی این آستین، میایم از ابزار رفلکت وسط این لباس رو انتخاب میکنیم، آلت رو نگه میداریم و یک کلیک میکنیم. کافیه که کپی رو بزنیم که توی دو قسمت برای ما این کار دیده بشه. خب اینم از پشت لباس. خب من اگر این رو خاموش بکنم و اینها رو هم از حالت قفل در بیارم، کافیه که این رو هم یک گروپ بکنم. الان ما میتونیم به راحتی با یک چیدمان جالب این لباس ها رو روی همدیگه قرار بدیم. من اینو بیارم بالا و برای ارائه یا برای پورتفولیوتون این رو آماده بکنین. خیلی راحت شما میتونین تمام لباسهایی رو که طراحی میکنین و قراره توی پورتفولیوتون بذارین، فلتش رو هم اینجوری طراحی بکنین که یکی از الزاماته و باید حتما توی پورتفولیوتون از این لباس های فلت استفاده بکنین، برای اینکه جزئیات و ریزکاری های طرحتون رو با دقت بتونین به نمایش بذارین که هر کسی طرحتون رو توی پورتفولیوتون یا همینجوری دید متوجه بشه که جزئیات این لباس چیاست، نحوه دوختش چجوریه، مثلا از نوع کوک خاصی دارین استفاده میکنین یا برش های خاصی توی لباستون دارین. اینجوری راحت و دقیق میتونین کارتون رو خیلی استاندارد و اصولی ارائه بدین. خب
اینم از پروسه درست کردن یه شومیز ساده دکمه دار به همراه سراستین دکمه دار. امیدوارم که انجامش بدین و ازش استفاده بکنین و بتونین طراحیاتون رو هم به همین صورت فلت بکنین. موفق باشین.